دوستان گرامی من، به شما سلام میکنم و با عرض ادب و احترام فراوان از شما تقاضا میکنم که به 11 قسمت از برنامه بابک خرمدین گوش فرا دهید. ای ز کف رفته وطن، خیز که ایران منی، با همه رنج محن باش که جانان منی. تب من، کعبه من، قبله و ایمان منی، ای به تو زنده تن من، تو همه جان منی. یادتون هست هفته قبل قصه‌مون به اونجا رسید که گفتم ناگهان هر دو سپاه دست از جنگ کشیدند، زیرا نبرد سرنوشت ساز آغاز شده بود. اما در گیر و دار مقابله آن دو سردار، ناگهان قراقاشقا اسب با وفای بابک سکندری خورد و نزدیک بود که بابک از زین به زمین بیفتد و سردار عرب از این فرصت طلایی استفاده کرد و شمشیرش رو با همه قدرت به سوی سر بابک حواله نمود. بابک که نمی توانست خودش رو روی زین نگاه بدارد و کاملا کج شده بود، سپرش رو مقابل شمشیر سردار عرب گرفت که شمشیر آخته سردار عرب سپر او رو شکافت و میرفت که زخمی کاری بر سر و صورت بابک وارد نماید. قشون خلیفه ظفر و پیروزی رو از نزدیک مشاهده می کرد و سپاه بابک شکست رو قطعی می دانست و غمگین و پریشان نظارگر فرو افتادن سردارشان از اسب به روی زمین بودند. ولی بابک با یک چالاکی خاصی پاهایش رو که در وسط زمین و آسمان کج شده بود و نمی توانست خودش رو نگاه بدارد، روی زین در هوا بدون تکیگاه دست و پا می زد، ناگهان از رکاب بیرون کشید و به سرعت یکی از آنها را به روی زین آورد و با کشیدن یک نعره از ته دل روی زین بلند شد و با یک پرش نابهنگام خودش را از روی اسبش که سکندری خورده بود بر روی سردار عرب پرتاب کرد. فرمانده عرب که اصلا منتظر چنین حرکت حساب شده ای آن هم با آن سرعت برق‌آسا نبود، از روی زین به زمین افتاد و بلافاصله هم شمشیر بابک در سینه او قرار گرفت و زخمی کاری و جانانه به آن متجاوز وارد نمود. دشمن که تا لحظه قبل هل هل کنان خودش رو فاتح می دید و چابک سواران خودش رو حاضر می کرد تا با سرعت به سوی قصر طلا در بغداد بتازند و خبر پیروزی عظیم محمد ابن حمید رو به خلیفه اسلام اعلام کنند، ناگهان آثار شکست کامل رو مشاهده کردند.
و با فرو افتادن سردارشان دیگر همه چیز برایشان تمام شده بود. خرمیان وقتی چنین دیدند با هلهله و از میراسخ به حمله دست زدند. نعره بابک در و دشت را لرزاند. قشون خلیفه که بی سردار مانده بود در مقابل رشادت بزرگ بابک ناگزیر سر تعظیم فرود آورد. ناچار روی به عزیمت گذارد. بیرق‌های خلیفه اسلام زیر پای ستوران افتاده بود. هیاهوی سربازان فراری در دامنه کوه ها بلند شد. الامان! الامان! بابک همچون شیر می قرید که به دشمن مجال ندهید که خودش رو جمع و جور بکنه. یا تسلیم یا مرگ رو باید بپذیرند. چند روزی گذشت. قاصدی که پرچم سیاه به دست داشت و اسبش رو هم تمام سیاه پوش کرده بود، نامه سرخ پر رو از آذربایجان به بغداد آورد تا در قصر طلا به خلیفه برساند. خلیفه که با زیبارویان به سرمستی و عشق و نوش نشسته بود، از این خبر دردناک با اطلاع گردید که ضرب شمشیر بابک خرمدین یک بار دیگر عیش او و یاران تماعش رو به عزا تبدیل کرده بود. اینک در سراسر قلمروی کشورهای اسلامی که با ضرب شمشیر و زور به اعراب تسلیم شده بودند، خبر پیروزی های بابک دهان به دهان می گشت. و دیار آتشدان ها مدت ها بود که از هجوم کارگزاران خلیفه اسلام آسوده شده بود. سرداران و نمایندگان اعراب دیگر جرأت نمی کردند تا بدان سرزمین نزدیک بشوند. حکومتگرانی که به کارگزاری خلیفه و به عشق جمع آوری ثروت و مال اندوزی سر از پا نشناخته بدان سامان میشه تافتند، برای آنکه زندگی آسوده‌ای داشته باشند غالبا خودشون رو به بابک میفروختند و تبدیل به جاسوس دستگاه آذربایجان میشدند و یا آنکه گرفتار شمشیر سرداران بابک می‌گردیدند. یکی از این سرداران نامش علی ابن هشام بود که به دستور خلیفه به آن سامان اعزام شد و در مجاورت آذربایجان پایگاه خودش رو برپا کرد، ولی از همان نخستین روز سر در خدمت بابک گذارد و به همین جهت جاسوسان خلیفه این حسن رابطه رو به اطلاع خلیفه رساندند. هنگامی که دربار خلیفه از این امر مطمئن شد، مأمورینی را مخفیانه به سوی هشام فرستاد و آنها نیمه شبی بر او وارد شدند، بدون هیچ گفتگویی سر از تنش جدا کردند و طبق دستور خلیفه بدنش را مومیایی نمودند و در سراسر کشورهای اسلامی گرداندند تا همه مردم بدانند که هر کس به خلیفه اسلام خیانت کند، سر از اطاعتش بکشد، سزایش چدید است. پس از آنکه بابک بر سردار عرب محمد بن حمید غلبه کرد، قشون آماده آذربایجان لشکر شکست خورده خلیفه رو تا همدان تعقیب کرد. وقتی به همدان وارد شدند، مردم آن سرزمین که آوازه عدالت خواهی بابک و یارانش رو بسیار شنیده بودند،
برای رهایی از ظلم و ستم قاصبان اسلامی با میل و رغبت تسلیم فرامین بابک گردیدند. و هنگامی که دانستند می توانند خود کشت کنند و خود برداشت نمایند و هیچ یک از یاران و سرداران بابک مزاحمتی برای آنها نخواهند داشت، سر از پا نشناخته به او پیوستند و در راه اصلاحات سرزمینشان با قشون بابک هماهنگی کامل به وجود آوردند. این اقدامات مردم همدان و ایجاد یگانگی با بابک که موجب پیوستن آذربایجان و همدان آباد و سرسبز به هم بود، تأثیر شگرفی در سایر بلاد اسلامی گذارد. باعث زمزمه هایی گردید که به اصطلاح کمر خلیفه را شکسته بود و طبیعتاً اعیان و اشراف و بزرگان عرب که سالیانی بود خوشه چین چنان ثروت های بدون زحمتی بودند، سخت در نگرانی و اضطراب فرو رفتند، به طوری که دربار و اندرون خلیفه این زمزمه را با خود راه انداختند که به زودی لابد بابک و یارانش از راه خواهند رسید و همه ما را در دجله غرق خواهند کرد. بابک و یارانش هم که می‌خواستند هرچه زودتر به آذربایجان یعنی سرزمینی اصلی خودشان بازگردند، سعی داشتند تا برای همدانی‌ها استحکامات لازم و کافی به وجود بیاورند تا آنها بتوانند در مقابل هجوم احتمالی و مجدد ارتش اسلام مقاومت کنند. سالیانی می گذشت. روزهای جشن سده فرا می رسید. برومند یعنی مادر بابک و کلدانیه عیال او برای آنکه بتوانند خانه و شهر اصلی بابک روشن و گرم نگاه دارند و مردم بلال‌آباد رو در جشن و سرور همگانی همراه نمایند، به بلال‌آباد آمده بودند. قرنفل که روزگاری سوگلی هارون الرشید بود و روحیه و آرایشگر مشهور و هنرمند قصر طلا که هر دو خواهرزاده های برومند بودند و توانسته بودند پس از سالها رنج و مرارت اسارت از قصر طلا و از زیر قل و زنجیر دستگاه های خلافت فرار نمایند، در بلال‌آباد در خانه پدری خود زیر حمایت برومند به زندگی آرام و امنی ادامه می دادند. بابک همچنان سرگرم بسیج سپاه و آماده کردن وسایل جنگیش بود. ماها می گذشت که افراد خانوادهش را ندیده بود. بالاخص دلش برای آذر پسر نوجوانش که این روزها می رفت تا گرد یلی بشود سخت تنگ شده بود و پیغام فرستاده بود که کوشش دارد به اتفاق معاویه و عبدالله برادرانش برای حضور در جشن سده خودش رو به بلال‌آباد برساند و روز شبی را به دور از قوقای جنگ در میان خانواده بگذراند. اما اتفاقی که در امیرنشین سیسکان افتاده بود او را مجبور می کرد تا به کمک امیران سیسکان برود، زیرا سپاه خلیفه پس از شکست سختی که از بابک خورده بودند سر راهشان بران امیرنشین کوچک و بی دفاع حمله برده بودند.
و به دستاندازی غارت از آن سرزمین کوچک پرداخته و به این جهت در آن روزها بابک سخت در دل غمگین بود و در حال دفاع از آن سرزمین و مردمان بیگناهش. آن شب که شب جشن سده بود، همه اهالی بلال‌آباد با شادمانی فراوان خودشون رو برای استقبال از بابک و برادرانش آماده می کردن. اجاق‌ها، آتشدان‌ها، همه مشتعل بود. وسط میدان ده، جلوی کاروانسرا، انبوه آتش عظیمی همه برف‌های اطراف رو ذوب کرده بود. اخگرهای کوچک آتش همچون ستارگان به اطراف پرتاب می شد. از تمام خانه ها و کومه های دور و نزدیک فریاد شادی مردم بلند بود. سراسر دشت سرخ، در ریانار، کاروانسرا را خرمنهای آتش چون روز روشن کرده بود. نوجوانها حتی روی بامها هم آتش افروخته بودند. پسرها و دخترها شادی کنان با رقص و پایکوبی همه دشت رو در می نوردیدند و به انتظار مقدم سردار محبوبشان سرود می خواندند. قرنفل، سوگلی و رقاصه و آوازخوان دربار خلیفه اینک خودش را آزاد می دید و در حالی که پوستین سفیدی بر دوش داشت با صدای سحرآمیزش همه را به حیرت واداشته و خواهر دیگرش روحیه، اون آتش پاره و آرایشگر قصر طلا با ابروانی وسم کشیده به رقص و دست افشانی مشغول بود. سفره‌های رنگارنگی را از نظر می‌گذرانید که در آن کاسه‌ها و بشقاب‌هایی که وسیله هنرمندان آذری به صورت میناکاری در آمده پر از تنقلات بود. و در حین دیدن این سفره‌های رنگین ولی فقیرانه در این اندیشه بود که چه تفاوت عظیمی است بین این همه سادگی و پاکی و صداقت که در بین مردم بلال‌آباد مشاهده می شود با آنچه در قصر طلا وجود داشت که همه اش کرنش بود و دورنگی و بدگمانی و خصومت. اینجا هرچه به چشم می آید یک رنگی است. یگانگی و صمیمیت، هر کس دهان به خنده باز می کند از ته دل می خندد و خنده اش واقعی است و تظاهر نمی کند. در پس خنده اش نیش و زهری وجود ندارد. در صورتی که در دستگاه خلافت خنده ها همه مصنوعی بود و نمی دانستی که چه وقت همین خنده ها موجب می شود تا از پشت خنجر را در سینه و جگرت فرو کنند یا زهری در غذایت بریزند. روحیه برای آن که با کلدانیه شوخی کند و او را از دلهره و اضطراب بیرون بیاورد، زیرا کلدانیه علاوه از آن که ماها بود شوهرش را ندیده بود، از دیر کردن او هم دلواپس شده بود. روحیه رو به او کرد و گفت: آهای ای خوشگلترین عروس آذربایجان، میدانی که بابک این روزها در سیسکان سخت سرگرم شده؟ خبر داری که واساک و سهل ابن سنبات عمرای سیسکان در مقابل کمک بزرگی که بابک بانها کرده است، هر دو دختران زیبای ارمنیشان را به او پیشکش کردند؟ کلدانیه که از این قبیل شوخی ها در چنین موقعیتی اصلا خوشش نمی آمد با افسردگی گفت: روحیه، تو مدت ها در قصر طلا و در بین اشراف عرب زندگی کرده ای،
رسم و آیین ما مردم ساده دل آذری را فراموش نموده ای. وفاداری و محبت زن و شوهرهای خرمی در همه عالم مشهور است. من از بابت بابک شوهر عزیزم کاملا آسوده خاطرم. همه شما که برای من و بابک نقشه میکشید بدانید که اگر روزگاری در بین هزار دختر خوشگل تو دل برو او به دام بیفتد، حتی بروی یکی از آنها هم نگاه نخواهد کرد. روحیه که با جواب دندان شکن و نیمه عصبی کلدانی روبرو شده بود ابروانش رو تا به تا کرد و با خنده گفت: ای عروس زیبا، همونطور که خودت گفتی، شما مردم ساده دل چه میدانید که زنها چه فتنها زیر سر دارن؟ به علاوه شما مردها رو هم نمیشناسید. بابک سرو قامت و خوش برا بالای تو یک مردیش که همه دخترها حاضرند خودشون رو فدایش بکنن. به این جهت برای به دست آوردنش صدها دام سر راهش میگذارند و شنیدنم قیصر روم هم میخواهد دخترش رو به بابک پیشکش کند. کلدانیه که از این حرفا آزرده شده بود به سوی در رفت و چشم به دروازه دوخت، اما هنوز از بابک خبری نبود. قرنفل روی به خالش برومند نمود و گفت: خاله جان، میدونی که من نوجوان بودم که به دست دشقیمان خلیفه اسیر شدم و تا چشم باز کردم در قصر طلا بودم. به این جهت نمیدانم که در زادگاهم چه جشنهایی برپا میکنن. برومند در حالی که دلواپس نیامدن بابک بود گفت: اگر خدای ایران بخواهد و به بازوان مردان ما نیرو ببخشد که سرزمینمان را از زیر سم اسبان بیگانگان رها کنیم، یقینا فرشتگان آسمانی مجددا شادی را به سرزمین ما ارزانی خواهند و ما می توانیم آیین‌ها و رسوم بسیاری را که این سالها بر اثر فشار و اختناق اعراب از میان رفته است زنده کنیم. در زمستان جشن سده، یعنی 50 روز مانده به عید نوروز، و بهمن جنرا جشن خواهیم گرفت. در تابستان‌ها وقتی خرمن‌ها را به باد می دهیم تا پاک بشود، جشن خرمن را با پاوکوبی در کنار خرمنها و در صحرا برپا می کنیم. زمانی که رمه ها و دام ها سراسر تابستان را در دشت ها چریده ان و با پستان های پر از شیر و بدن های فربه به خانه باز می گردند، جشن بازگشت گله ها را خواهیم داشت. جشن ها فراوان، بهاری، زمستانی، میان سالی، بالاخره از همه بزرگتر جشن نوروز را که نیاکان برای من به ارمغان گذارده اند جشن خواهیم گرفت و به پای کوبی مشغول خواهیم شد. دوستان عزیز من، این قصه شیرین رو با خودتون زمزمه کنید، به یاد بیاورید که ایرانی همیشه سرزنده و شاداب است و علاقمند است که زندگی را برای خودش شیرین کند. از جنگ و ستیز و خونریزی فراری است. روز و روزگار به شما خوش. تا برنامه بعد.